حسین درخشان روزنامه نگار و وبلاگ نویس که در دادگاه جمهوری اسلامی به 19.5 سال حبس و جریمه نقدی محکوم و چندی پیش با قرار وثیقه 2 روز از زندان مرخص شده بود، روز شنبه بار دیگر به زندان اوین بازگشته است. این نخستین مرخصی این وبلاگ نویس در طول 25 ماه گذشته بوده است. آقای درخشان که در مهر ماه سال 87 بازداشت شده بود، در ششم مهر ماه سال جاری از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به جرم همکاری با دولت‌های غربی، تبلیغ علیه نظام، تبلیغ به نفع گروهک‌های ضد انقلاب، توهین به مقدسات و راه‌اندازی و مدیریت سایت‌ها به 19.5 سال حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در رسانه‌ها و بازگرداندن وجوه عقد شده به مبلغ 30750 یورو، 2900 دلار و 200 پوند انگلیس محکوم شده است. روز یکشنبه بر اثر انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی یک ساختمان دولتی در عراق، دست کم 7 تن کشته شدند که یکی از کشته شدگان افسر پلیس عراقی بوده است. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، انفجار خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی مرکز شهر نمادی در استان انبار واقع در غرب عراق به وقوع پیوسته که منجر به کشته شدن 7 تن و مجروحیت بیش از 30 تن دیگر شده است. به گفته مقامات محلی، هدف این خودروی بمبگذاری شده ایستگاه پلیسی در 200 متری ساختمان مربوط به دولت عراق بوده است. لازم به اشاره است شهر رمادی یکی از مناطق سنی نشین در 100 کیلومتری غرب بغداد پایتخت عراق است. در این منطقه با افزایش اختلافات میان شیعه و سنی بارها حوادثی اینچنین رقم خورده است. روز دوشنبه محمود احمدی نژاد رئیس دولت ایران در 2 حکم جداگانه منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را عزل و علی اکبر صالحی رئیس کنونی سازمان انرژی اتمی ایران را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها برکناری وزیر خارجه ایران در حالی روی داد که آقای متکی به منظور ابلاغ پیام احمدی نژاد به رئیس جمهوری سنگال در این کشور به سر می‌برد. منوچهر متکی در طیف اصولگرایان حاکم به گروه‌های سنتی این طیف و چهره‌هایی مثل علی لاریجانی نزدیک است. وی از معدود وزیرانی بود که از دور نخست ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در کابینه وی حضور داشت. به نظر می‌رسد بحران مناقشه‌ای هسته‌ای و گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، دشواری‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را تشدید کرده است. و یکی از دلایل برکناری منوچهر متکی نیز اتخاذ سیاست‌های خارجی برخلاف نظر دولت حاکم بوده است. سه‌شنبه کوهیار گودرزی، دانشجوی ستاره‌دار و فعال حقوق بشر که پیش از این در زندان رجایی شهر به سر می‌برد، از زندان آزاد شد. این فعال و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر که در زمان محبوس بودنش درخواست تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل ملی به منظور کشف حقایق مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و حوادث پس از آن را داده بود، از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شده است. لازم به ذکر است باشگاه ملی مطبوعات مقر آن در واشنگتن است، جایزه سالیانه آزادی مطبوعات خود را به این فعال حقوق بشر و دانشجوی ستاره‌دار اعطا کرده بود. کوهیار گودرزی به محاربه تبلیغ علیه نظام و حضور در تجمع‌های غیرقانونی متهم شده بود. این در حالی است که کوهیار گودرزی هیچگاه این اتهامات را نپذیرفته است. به روز 29 آذر ماه سال 88، هنگامی که برای شرکت در مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری عاظم قم بود و همراه شیوان ازرآهاری عضو دیگر کمیته گزارشگران حقوق بشر بازداشت شد. روز چهارشنبه در یک عملیات انتحاری در چابهار و در جریان برگزاری مراسم عزاداران محرم، تعدادی از ساکنان این شهر کشته و مجروح شدند. مدیر کل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان اظهار داشت بر اساس اقدام تروریستی در جمع عزاداران حسینی در چابهار، پیکر 39 تن تحویل مرکز پزشکی قانونی چابهار شده است. به گفته نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی، در ساعات اولیه روز چهارشنبه در مقابل مسجد امام حسین، یک نفر انتحار کننده با ورود در جمعی که در آن مسجد بودند و انجام عملیات انتحاری باعث کشته و زخمی شدن این افراد شده است. علی محمد آزاد، استاندار سیستان و بلوچستان نیز در تماسی تلفنی حادثه مقابل مسجد امام حسین را تایید کرد. همچنین شورای تامین استان سیستان و بلوچستان برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه داد و تلاش‌ها برای بازداشت عاملان این انفجار ادامه دارد. گفتنی است اداره اطلاعات چابهار با بیان اینکه 3 نفر در عملیات انتحاری نقش داشتند، از بازداشت عامل این انفجار خبر داد. گروه شبه نظامی جندالله مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. در پی اعتصاب قضایی محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و کارگردان سینما در زندان، روز پنجشنبه خانواده وی که در اعتراض به وضعیت این فعال سیاسی جلوی زندان اوین رفته بودند، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها ماموران امنیتی همه اعضای خانواده آقای نوریزاد را که همراه خانم محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده، در برابر زندان اوین در تحصن بودند را بازداشت کردند.
اعضای خانواده آقای نوریزاد خانم ملکی، زینب و فائزه و علی فرزندانش و پدر و مادر و برادران وی بودند. برخی منابع از وخامت حال محمد نوریزاد در روز پنجشنبه به دلیل اعتصاب غذای خوش و انتقال وی به بیمارستان زندان اوین خبر دادند. گفتنی است خانواده آقای نوریزاد شامگاه پنجشنبه از زندان آزاد شدند.